هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم به ما پیوستند. آقای چاوشی سلام بر شما. درباره داده‌های این گزارش مرکز آمار از نرخ کالاها و تورم لطفاً بیشتر توضیح بدید. بله، تو این آمار تورم تیر ماه متاسفانه خبر خوب وجود نداره. یه خبر بد داریم و یه خبر بدتر. خبر بد همون بخشی که شما اشاره کردید، اینکه نرخ تورم سالانه از 44% رد شده. این نرخ توی 25 سال گذشته بی‌سابقه است. ولی با توجه به اینکه تورم سالانه یه شاخصیه که خیلی گذشته نگر حساب میشه و در واقع وضعیت یک سال گذشته رو با سال قبلش مقایسه میکنه، اگرچه خب شاخص خیلی مهمیه، ولی وضع حال حاضر ما رو خیلی خوب تصویر نمیکنه. اون چیزی که تصویر روشنتری از وضع فعلی به ما میده شاخصهای کوتاه مدتترن، مثل تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه. حالا من میخوام روی تورم ماهانه متمرکز بشم که اشاره کردم اون خبر بدتر رو به ما میده. این گزارش میگه نرخ تورم ماهانه توی تیر 1400 رسیده به 3.5%. 3.5% تورم ماهانه رو اگر به مقیاس سالانه تبدیل کنیم میشه بیش از 50% تورم. البته اینو بگم، نرخ تورم به طور کلی رفتار فصلی داره که بعضی از ماهای سال معمولا بالاتر، تیر ماه هم از اون ماه هاست. ولی مسئله اینه که این رشد 3.5% حتی در مقایسه با متوسط تورم ماهانه تیر ماه تو دهه 90 هم رشد زیادی داشته و از اون متوسط هم بالاتر رفته. بنابراین اینه که میگم یه مقدار نگران کننده است وضعیت تورمی تیر ماه. خب آقای چاوشی، با توجه به ادامه تحریم ها، تعلیق مذاکرات برجام، آیا باید منتظر ادامه این وضع و حتی تورم بالاتر باشیم؟ نکته درستی رو اشاره کردید. ببینید، دلیل کلی تورم تو ایران همیشه گفته شده کسری بودجه دولت و شیوه تأمین اونه. توی 3-4 ماه اول سال، به ویژه تو بهار که الان آمارهاش رو داریم، میدونیم که دولت برای تأمین یه سری از هزینه هاش از جمله پرداخت حقوق مزایای کارمندا یا خرید تضمینی گندم، رفته از بانک مرکزی تنخواه گرفته یا به اصطلاح به بانک مرکزی گفته برای من پول چاپ کن. میزان رشد پایه پولی فقط توی اردیبهشت 1400 6% بوده که واقعا رقم بالایی برای این شاخه. پایه پولی که از اون چیزایی که اقتصاددان‌ها همیشه هشدار میدن خیلی زود تبدیل میشه به تورم و اثرش رو نشون میده. الان آقای خانسالی رئیس اتاق بازرگانی ایران چند روز قبل یه توییتی کرده بود، نوشته بود با اشاره به این روند افزایش پایه پولی و نقدینگی، نوشته بود کشور تو ماه‌های آینده با تورم مواجه خواهد شد که هیچ وقت تجربه نکرده. علاوه بر این، یه بخش مهمی از تورمی که ما تو تیر ماه دیدیم مال بخش کالاهای غیر خوراکی بوده که به نظر میاد نقش انتظارات تورمی تو اون بخش مهمتره. میشه حد زد یکی از چیزایی که باعث شده تورم دوباره به سمت بالا حرکت کنه اینه که انتظارات تورمی دارن دوباره صعودی میشن. اگه ما بعض بازارهای مالی ایران رو هم توی خرداد و به خصوص تیر ماه نگاه کنیم، میبینیم دلار دوباره صعودی شده، سکه طلا همینطور، بورس هم همینطور. اینا نشون میده که انتظار فعالای اقتصادی اینه که شاخص قیمت‌ها دوباره به زودی بره بالا. بدیهیه که دوده همچین اتفاقی بیشتر از همه به چشم طبقات کم درآمدتر میره و اونایی که درآمد ثابت دارن، حقوق بگیرن یا مستمر بگیرن، و البته بیکارا و کسایی که به خاطر کرونا یا به خاطر رکود اقتصادی شغلشون رو از دست دادن. حتی غیر از این هم نتیجه کلی این تحولات برای کلیت مردم اینه که فشار بیشتری رو تحمل کنن و از نظر سطح رفاه و کیفیت زندگی افت رو تجربه کنن. متشکرم از شما. هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم همراه ما.